میارم. امروز میخوایم بریم سراغ مأموریت کاتالینا در جی تی سن آندریاس. همونطور که میدونید کاتالینا مأموریت توش توی در واقع روستای و معلوم بدم روستا. کاتالینا در واقع دختر عموی سیزاره و اگر جی تی 3 بازی کرده باشید میدونید که شخصیت منفی و منفور جی تی 3 که کلاد بدبخت و بهش خیانت میکنه از این قضایه. وقتی میرید سوا کاتالینا در واقع 4 تا مأموریت پیش روتون قرار میگیره که میتونید خودتون انتخابش کنید. اولی مأموریتش در واقع من خودم انتخابم مأموریتی که توی همین نقطه از نقشه است و دزدیدن یه دونه کامیون و بارشه و میخوایم 4 تا مأموریت کاتالینا رو به راحت ترین و سریع ترین روش های ممکن انجام بدیم. فقط یه نکته بود دو که یه گپ بین مأموریت هاست، یعنی یه مأموریت باید وسطش انجام بشه که اونم با هم دیگه انجام میدیم. اولین مأموریت به این صورته که باید این چیزو بردارید، این کامیونه رو بدوزینش و بارش هم ببرید، ولی نیارو همون سیاپوسته با رفیق پیرمردش میفتن دنبالتون و از اونجایی که ما حال حوصله‌شون اصلا ندارم همین اول کار میزنم جفتشون رو میکشم و حال حوصله تعقیب و گریز ندارم. بهترین کار اینه که دور از کامیونتون بکشینشون، ولی خب من اینجا ریسک کردم، هم در زدم کشتمشون و فقط یکم از جون کامیونم باقی موند، ولی باز همونم کارم را انداخت و با اون رفتم مأموریت رو به اتمام رسوندم. یه ریز دیگه این ورتر بود الان به فنا رفته بود، ولی خب سگ جون هم هست. کسافت هاش حال. خب اینم از این سرعت 4 برابر کردم. یه نکته هست اینه که این مأموریت رو که انجام بدین میتونید مأموریت تراک رو انجام بدین، یه مأموریت فرعی باز میشه تو نقشه براتون و از اونجایی که باید برای کامل کردنش هم سنفیه رو و هم لاس ونتوراس که در واقع همون لاس وگاس باز بشه، من میذارم بعد از اینکه لاس ونتوراس رو باز کردم میام سر فرصت این مأموریت جانبی هم انجام میدیم، مأموریت نسبتا باحالی هم. خب بعد اینکه مأموریت انجام دادین در واقع یکی از شخصیت های محبوب من توی تمام ادوار جی تی ای بهتون زنگ میزنه، رفیق آفیسر تمپنیه. باید یه مأموریت براش انجام میدیم که اول مأموریت رو با هم انجام میدیم، بعد میریم سراغ بقیه مأموریت های کاتالینا. من مدت فکر میکردم ره ولی کاتارینا نیست، کاتالیناه. خب یه راست اومدم اینجا با موتور هارلی دیویدسون خوشگلم، هدفم اینه که یه دونه از اینا تو واقعیت برای خودم داشته باشم. مأموریت بادی هاروست، آفیسر تمپینی که با پایپ داره شیشه میکشه خودش. بعد بریم و یه ماشین کمباین بدوزیم. یکم اینجا صدا و تصویر عقب جلو شده، معذرت میخوام ازتون. یه راست اومدم جایی که باید بدوزیمش. توی مأموریت روش سریع انجام دادنش اینه که خیلی خودتون سخت نگیرید، نیاز نیست به تو دل دشمن همه رو به رگبار ببندید، اصلا این چیزا نیاز نیست، فقط کافیه مثل من از کنار رد شید و با هیچ کس درگیر نشید. یه راست برید سر ماشین کمباین که کشاورزان قطعا میدونن چیه و بعد اینکه رفت سراغ ماشین کمباین طرف پیاده میشه بزنتتون، شما ماشین رو برمیدارید و به راحتی به قضیه خاتمه میدید. قشنگ صدا و تصویر عقب جلوه، امیدوارم که صدای خودم عقب جلو نشده باشه. اینم از این هدشات. همچنین برای مأموریت بعدی یه اسلحه‌ای هم داشته باشید که بتونید رو موتور ازش استفاده کنید، مثل SMG, UZ یا میکرو SMG. اینجا رد کردنشون ماشین دل و رودهشون میرزه بیرون.
جایی که این دستگاه کمباین رو دارین خیلی دور نیست. میتونی میون بارم بزنین رو کو بیاد پایین، چون این دستگاه کمباین خیلی استیبله، سر جاش چپه نمیشه راحت. ویدیو اسنپ شات هم میذارم براتون، چون تو شهر سنفیرو 50 تا اسنپ شاته که یه جایی مثل هیدن پکیج و اینجوری میمونه، اونم حتما ببینید. بعد از این سیزار بهتون زنگ میزنه و انجل غذایی ها بعد یه سر برید تو انجل پایین. معمولیت نیست، فقط یه صحنه ویدیو دیگه من رو انجام نمیدم. بعد از اون بهتون کاتالینا زنگ میزنه و میریم سراغ سه تا معمولیت بعدی. ناشنا سیزار بهم زنگ زد. برای ویدیو بعدی لباس هم عوض کردم، لباس آشغال خلاص شدم، مدل مو هم همینطور. من اومدم انجل پایین، واقعا خوب شد که صدا نداره، صدای شخصیت رو جی تی ام، چون کاتلینا خیلی صداش رو مخه، همش هم زر میزنه وسط مأموریت ها. و خوشحالم که نسخه اوریجینال بازی رو ندارم و صدای رادیو و شخصیت ها خیلی جا نیست. اینجا خراب شده خونه کاتالیناست. سه تا جایی دیگه مونده بود که هنوز سرقت نکردیم ازش. در واقع سیجی داره با این ممایتو پول جمع میکنه که بتونه بره سنت پیرو که شهر دوم بشه. خب من انتخاب اولم اگه یا اشتباه نکنم مغازه معمولی بود. نکته مهم اینه که حتما تو این معمولیت موتور به همراهتون داشته باشین اگه میخواید این من عمل کنید و اول مغازه رو انجام بدین، چون قاعدتا باید سوار موتور چهارچرخ بشین و این معمولیت انجام بدین، ولی من اصلا این کار رو دوست ندارم، چون واقعا نتی که آشغال موتور چهارچرخ. الان میرین اونجا میبینید چهار نفر همزمان با شما میان از اینجا سرقت میکنن و کاتلینا میزنه یکیشون رو میکشه، از رو موتور چهارچرخ میندازه و شما سوار بر موتور چهارچرخ قاعدتا باید برید دنبالشون کنید، ولی من پیاده میشم و با موتور کراس خودم میرم دنبالشون که اسمش دوالز سانچزه. اینجا اون SMG که گفتم به دردتون میخوره، بهترین کار اینه که برید بین این سارقا و کاتالینا پشتی ها رو بزنه، شما هم خودتون نفرات جلو رو بگیرید به فنا بدید. یه هم کشتینشون نمیخواد همون موقع بیاین بالا سرشون و کیفشون رو بردارین، میتونید همه رو که کشتین سر فرصت بیاین کیفانم بردارین. دیگه صدا هست که خیلی عقب جلو شده، یعنی خب مهم نیست، مهم صدای خودمه. حالا باید این کاتالینا بذاریم بزنیم خونش. بلافاصله ماموریت بعدی رو شروع میکنم و دیگه با این موتور کاری نداریم، میتونیم با ماشین خود کاتالینا میبرم و بریم، ولی من باز موتورم رو ترجیح میدم. شرط کم بانک اگه میخواد موتورتون یا وسیله نقلیتون ناپدید نشه، نزدیک اون استوانه قرمز پارکش نکنید، بذارید اون برتر، چون اگه نزدیک اون استوانه قرمز که برای شروع ماموریت پارکش کنین دیگه باید باش خدافزی کنین.
میرزمش اینجا. هدف بعدیم اگه اشتباه نکنم مقاله شرط بندی بود یا بانک، فرق نمیکنه هر کدوم بود توضیحشو بهتون میدم. تفاوت خاصی هم نمیکنه که کدوم اول انجام بده. اشتباه نکنم مغازه شرط بندی بود. آره، مغازه شرط بندی که خودتون وسط بازی هم میتونید بیان شرط بندی کنید. از این کیف های معروف حاوی مواد منفجره که Where the hell did you get them؟ یعنی کجا آوردشون؟ همین بغلم هست، میتونید اگه بعدا تمام کردین بیان از اینجا بردارین. هم چالشی که مأموریت داره گم کردن پلیس هاست که برای اونم راه داریم. خود بازی میگه بهت به پی ان اسپری، یعنی ماشینتون رو تعمیر کنید، ولی من خسیس سر از اون حرفام و ترجیح میدم با ستاره گرفتن این کار انجام بدم. ان قاعدتا باید یه دونه بندازید رو در به ترکه، یه دونه رو گاف صندوق بعدش، ولی من دوتا رو یک همزمان انجام میدم. برید توی در وایسید و اگه پرت کنید تو گاف صندوق هم پودش میفته و یه باگ باحال الان با هم دیگه میبینیم، یه تیر و دو نشون. این از این، اونم گاف صندوق هم بدین که یکی دیگه بندازم مفجر شد. من 4 ستاره میاد تو دنبالتون. خب این پی ان اسپری الان روی نقشه معلوم شده، ولی من میخوام با دوتا گرفتن دوتا ستاره پلیس ها رو گم کنم. اول 4 ستاره، این یه ستارهش که خیلی زود میفته خودش، و دو تا ستاره نزدیک هم هم توی یکی از این شهرها هست. من نشونتون میدم توی بلوبری اینجاست که الان علامت زدن رو نقشه. یه ستاره هم الان افتاد، 3 ستاره شدم. حالا به خصاصت من مربوط نیست، یکم هم زودتر کار انجام میشه. به نظر من پلیس های جی تی سن اندرس احمق ترین پلیس های جی تی ای و به جرئت میشه گفت پلیس های وایس سیتی و پلیس های جی تی سه دیگیل ترین و سمج ترین پلیس هایی که من توی عمرم تو بازی ویدیوی باشون سر کار داشتم و آدم رو ول نمی کنن، جان فشانی میکنن، با ماشین میان تو شکم شما. ولی پلیس های سن اندرس خیلی خنگن. خب دیگه یه ستاره شدم و چی بهتر از این؟ نسته که خودش میفته و حالا این نهره خرابات بذارم خونش. اینم از این. میریم سراغ آخریش که دزدی از بانکه. ماموریت های زیرو هم براتون میذارم که خیلی باحاله، ماموریت های سختیه و خودم وقتی با PS2 بازی میکردم خیلی گند میزدم ماموریت هاشو. Amen to that. Amen to that. آمین. خب میتونم از همه موارد جی تی ای براتون ویدیو بذارم، ولی ترجیح میدم وقت هم بذارم رو ویدیوی که راه کوتاه تر داشته باشه. مثلا ویدیوی کاتالینا یکم راه کوتاه داشت، یعنی 4 تا 5 تا موارد تو این ویدیو براتون گذاشتم. اینا تقریبا راه کوتاه تر داره دیگه، یه جورایی یا حداقل راهی جالب تر. خب اینجا همین اول کاری اینو بزنید بکشید این مأمور اینجا، چون بالاخره آژیره چه بخواید چه نخواید به صدا در میاد. حالا باید صبر کنید که
یه کاتسین یا همون صحنه، نمیدونم چی بگم فارسی شد، پخش شد، این از این باید این دستگاه ATM رو بتره کنید، اول بزنید، بعد کلاشینکوف بگیرید دم دستتون، بعد پولش رو جمع کنید، ماموریت های زیرو رو اپلود میکنم، اسنپشات ها رو اپلود میکنم، کلی ویدیو هست هنوز از بیشه سن اندرویس. اینجا دیگه برای رد کردن ناگذارید کمره بکشید. همش تو دست رو پایین. یعنی که چند تا دیگه معمولیت با کاتالینا روش مثلا بازی رو ادامه نمیدادم دیگه. دو نفر حرکت میزنن اینجا، این اولی این هم دومی. اینجا جایی که میتونید ماموریت رو یکم بپیچونید و از زیر کار در برید. الان بعد اینکه این دوتا رو کشتین کاتالینا سواری موتور میشه، شما هم سواری یکی، ولی نکته که شاید خیلیتون ندونی اینه که لازم نیست دنبال کاتالینا را بیفتین، اون از راه سخت‌تر میره و یعنی پرش انجام میدن چیزا. خدافظ. ولی من از این ور میرم. حالا اصلا درگیری این چیزا رو ندارم. خوش بگذره. لازم نیست نگران پلیس ها تو این ماموریت باشین، چون خودشون اداقا اهمیتی نداره، نیازی نیست توی مرحله پلیس ها رو گم کنید، فقط اینجا باید حواستون باشه بیاید توی شهر، چون اینجا کاتالینا طبق سناریوی نوشته شده میفته و خبر موتور شما باید بشه و از اینجا میگیرید میذارید خونش. دیگه کارمون با کاتالینا تمام شد. بعد دوتا مسابقه هست که باید انجام بدین و یه ماموریت دیگه، این واسه تا ماموریت دیگه سن پیرو هم آزاد میشه. امیدوارم که حال کرده باشین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و چنل یوتیوب هم که سر بزنید دیگه، حرفی برای گفتن ندارم. خداحافظ همگی.